برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. شبکه ماهواره‌ای معروف هندی وایون در بخش بین المللی انگلیسی زبان خود فیلم مستندی در مورد مراسم زیارت اربعین حسینی پخش کرد. در این فیلم مستند، زیارت اربعین به عنوان یک مراسم دینی تاریخی از جوانب مختلف معرفی شد و مراسم اربعین امسال را عظیمترین و پرجمعیت‌ترین مراسم اربعین حسینی در طول تاریخ معرفی کرد. وزارت منابع آب عراق اعلام کرده آب رودخانه فرات به پایین‌ترین سطح در تاریخ خود رسیده است. سخنگوی وزارت منابع آب عراق گفته رودخانه فرات تحت تأثیر پروژه‌های آبیاری و سدسازی ترکیه و سوریه قرار گرفته است، به طوری که اکنون تنها 168 متر مکعب در ثانیه به رودخانه فرات وارد می‌شود، در حالی که باید این رقم بیش از 250 متر مکعب در ثانیه باشد. طول رود فرات از سرچشمه‌اش ترکیه تا ریزشگاه آن در جنوب عراق حدود 2940 کیلومتر است که 1176 کیلومتر آن در ترکیه، 610 کیلومتر آن در سوریه و 1160 کیلومتر آن در عراق می باشد. هیئت اعزامی سازمان ملل متحد به سودان روز چهارشنبه 22 شهریور اعلام کرد که دست کم 13 گور دست جمعی در منطقه الجینیه در استان دارفور و مناطق مجاور آن کشف و ضبط شده است. به گزارش الجزیره، گروه اعزامی سازمان ملل در توییتر اعلام کرد گورهای دست جمعی کشف شده نتیجه حملاتی بوده است که نیروهای پشتیبانی سریع و شبه نظامیان عربی مسلح علیه غیر نظامیان انجام دادند و بیشتر قربانیان از قبیله مسالیت هستند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان محور همه نگرانی هاست و این موضوع در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل که قرار است در هفته آینده آغاز شود خواهد بود. این در حالی است که اخیراً شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در دو نشست خود به وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان پرداخته است. کشورهای عضو عمدتاً از طالبان به خاطر نقض حقوق بشر انتقاد کردند. گزارشگر ویژه این سازمان برای افغانستان با اشاره به وخامت وضعیت زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی خواستار اقدامات جدی کشورها شد. خوابگاه سلطان المؤلفین از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی‌قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در شهر مهاجنگا در کشور ماداگاسکار در این روزها شاهد برگزاری مراسم‌های ویژه ایام محمدیه است. این مراسم‌ها به مناسبت ایام شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و با حضور جمعی از دانشجویان شیعه برگزار می‌شود.